سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و تفکر و در هر کجای این کره زیبا که زندگی می کنید امروز میخوام در مورد مغز و اعصاب صحبت بکنم در مورد آلزایمر، پارکینسون و اینکه چطوری و با چه مواد غذایی ما مغز خودمون رو همیشه جوان نگه داریم با من همراه باشید ویدیو بسیار جذاب خواهد بود برای شما جوانی و پیری عزیزم به سن نیست. ما ممکنه که فردی رو داشته باشیم در سن سی سالگی که واقعا دلمرده، پژمرده، به لحاظ روحی و به لحاظ اندیشهی و به لحاظ مغزی واقعا پیر باشه. و ممکنه فرد رو سراغ داشته باشیم در سن 80 سالگی که جوان باشه مطلب یاد میگیره مطلب یاد میده به دیگران و واقعا جوانی هست پر انرژی و پر نشاط که من از این آدما خیلی دیدم استاد خودم یکی از همین جوانهای ریش سفید و موسفید بود که همیشه میگفت من جوانم و جوان ریش سفیدم مغز ما برای 40 سال 50 سال 80 سال آفریده نشده مغز ما توانایی بسیار بالایی داره تواناییش بیشتر از ابر کامپیوتر هاست علم اینو الان ثابت کرده بنابراین هیچ دلیلی نداره که ما احساس کمبود بکنیم احساس کم حافظگی بکنیم فقط برخی از ویتامین ها در بدن ما ممکنه کم شده باشه و یا ممکنه مغز ما دچار یک سری عدم تعادل شده باشه که در دیدگاه طب سنتی بهش میگن قلبه سردی و وقتی که مغز ما سرد میشه قدرت حافظه ما کم میشه قدرت یادگیری ما کم میشه قدرت تحلیل های ما هم کم میشه من از دو دیدگاه میپردازم به مغز یکی از زاویه طب سنتی و توصیه های طب سنتی که به هر حال حکمای ما دستور عمل هایی دادن که, که این توصیه ها توصیه های جالبی هست خدمت شما عرض میکنم و بعد از زاویه طب نوین و علم روز و ویتامین ها و ریزم هایی که مغز نیاز داره برای اینکه پویا و جوان باشه و در اون آخر میخوام یک فرمولی رو خدمت شما بگم که هیچ وقت دچار آلزایمر نشید اگر اون فرمول رو رعایت بکنید عزیزان مغز ما ورودی تمام حواس پنجگانه ما هست یعنی ما آنچه میبینیم روی مغز ما تحلیل میشه اثر میذاره آنچه میبوییم روی مغز ما اثر گذاره آنچه میشنویم روی مغز ما اثر گذاره آنچه لمس میکنیم اثر گذاره و آنچه میخوریم یعنی حواس پنجگانه ما البته به علاوه حس ششم حس ششم اون ادراکات اندیشه ای ما هست که همه اینها روی مغز تاثیرگذار هستند و برای تک تک اینها من مثال های زیادی میتونم بزنم که خیلی تو این ویدیو نمی گنجه بس داشتن یک مغز سالم کمک میکنه به داشتن یک بدن سالم و ترشوه آنزیم ها هرمون ها و هزاران اتفاقی که میفته اول از همه من میخوام از حس ششم بگم حس ششم اون حس ادراکات ما و اندیشه ما هست که هرچی مثبت فکر بکنیم هرچی زیبا فکر بکنیم هرچی پرمحبت باشه اندیشه ما قطعا ساختار مغز ما زیباتر خواهد شد همطور که آقای پروفسور ایموتو اثبات کرد که آب هم حتی میفهمه هوشمنده زمانی که شما کلام منفی به آب بگید ساختار ملکولی آب تغییر میکنه زشت میشه زمانی که کلمات پرمحبتی رو به آب بگید یه لیوان آب باش صحبت بکنید یا نوشته ای روش بنویسید که کلام پرمحبتی باشه آب میفهمه آب هم حتی هوشمند چه برسه به مغز ما اگر ما با خودمون به یک صلحی برسیم اگر ما با خودمون به یک محبتی برسیم به اطرافیانمون روحیه محبت داشته باشیم و مهربانی قطعا اولین آثار مثبتش روی مغز ما و روی هورمون‌های های خود ما خواهد بود پس عزیزان کسی که میخواد آلزایمر نگیره پارکینسون نگیره بیماری های مغز و اعصاب دچار نشه اول باید افکار زیبایی داشته باشه این نکته اول که بحث بسیار مفصله و من به همین حد اکتفا میکنم مورد بعد بینایی هست عزیزان آنچه ما میبینیم در واقع نوعی تغذیه هست برای مغز ما علم اثبات کرده رنگ های تیره رنگ های مشکی رنگ های که در واقع غم و غصه توش زیاده رنگ های که خیلی کدر هستن اینها نشاط رو کم میکنن در عوض استفاده کردن از رنگ های شاد رنگ هایی که تو طبیعت زیاد میبینید رنگ های آبی رنگ های سبز زرد اینها کمک میکنن به بهبود عملکرد مغز سعی بکنید دائم مناظر زیبا رو ببینید اینها اثر میذاره روی مغز حتی المقدور صحنه های ناخوشایند رو نبینیم تو گوشی ها که میریم یک سری صحنه های هست میبینید صحنه های دزدی زدن کشتن اینها رو سعی بکنیم نبینیم تا اثر منفی روی مغز ما نظاره بهتره نکته بعدی که بسیار بسیار مهم هست بوییدن هست شاید شما تا حالا نشنیده باشید یکی از عوامل ایجاد آلزایمر اسانس های شیمیایی هستند که خصوصا در وایتکس ها و مواد شیمیایی که با دوز بالا تهیه میشن خانم هایی که اینها رو در معرضشون قرار میگیرن و از طریق بینی وارد مغز میشه بسیار سریع روی مغز اثر میذاره و من توصیه میکنم که این بوها رو شناسایی بکنید و خودتون رو در مرضش قرار ندید و اگه میخواین مغز خوب و فعالی داشته باشید از عطرهای طبیعی استفاده بکنید عطرهایی که مغز رو گرم میکنند خصوصا گلها مثل گل نرگس، گل مریم مثل گل محمدی این گلاب میگیرن باش بسیار عالیه حتی اون گلاب رو شما دائما اسپری کنین نوک بینی بزنید نفس عمیق بکشید و از بوهای طبیعت استفاده کنید حتی بوی لیمو بوی میوه‌جات اینها اثرات مثبتی روی مغز ما میذاره و اتکولون ها مواد آرایشی اسانس ها از آن یکی از عوامل کاهش حافظه ایجاد افسردگی و ایجاد سردی روی مغز خواهد شد مورد بعد شنوایی افرادی که دائما در معرض صوت‌های مزاحم هستند صداهای ماشین‌آلات صداهای سر و صدای صنعتی حتی موسیقی هایی که توازن نداره و با فرمول وجودی فرد سازگاری نداره اینها اثرات مخربی رو روی مغز میذاره و بنابراین صوتی که ما میشنویم این صوت میتونه برای مغز ما مفید باشه یا صوتی که میشنویم میتونه پر استرس باشه اخبار پر استرس، آهنگ های پر استرس و صداهای آلات باشه که اینها باعث تخریب مغز میشه. هرچقدر ما بتونیم ورودی های مغزمون رو کنترل بکنیم، قطعا مغز سرحالتری خواهیم داشت و این رو باعثی از خودمون شروع بکنیم. یعنی خودمون نسبت به دیگران از الفاظ خوب استفاده بکنیم، کلمات پر محبت استفاده بکنیم. سعی کنیم مغز عزیزانمون رو، اطرافیانمون رو پر بکنیم با کلمات پر محبت، با کلمات مهربان و باعث بشیم که اتفاقات خوبی در ذهن اونها در مغز اونها بیفته این رو از خودمون شروع بکنیم بسیار عالیه ورودی بعدی ما لامسه هست از اون شاید بگین خب لامسه چه ربطی به مغز داره ببینید اول آنچه ما لمس میکنیم آنچه ما در آغوش میگیریم تمام روی مغز ما اثرگذار هست آنچه که ما روی سرمون قرار میدیم سرمون روش قرار میدیم اینها اثر میذاره یعنی اگر ما بالشتی که استفاده میکنیم روزانه 7 تا 10 ساعت سرمون رو بالش قرار میدیم بالش جنسش از الیاف طبیعی باشه قطعا اثرگذار هست روی مغز و زمانی که الیاف مصنوعی باشه الکتریسیته ساکن ایجاد کنه بار الکتریسیته سطح پوست رو به هم بزنه روی مغز ما اثر گذاره حتی کف پا حتی جورابی که میپوشیم حتی کفشی که میپوشیم روی مغز ما تأثیر گذار هست و جوراب های پلاستیکی کسانی که میپوشن امتحان بفرمایید اینها زودتر از کوره در میرن عصبی میشن و زمانی که جوراب های نخی میپوشن اعصابشون آرام تره لباس هایی که میپوشیم لباس های موادی و لباس هایی که پوست ما باش در ارتباط هست این پیام ها رو میرسونه به مغز و مغز ادراک میکنه که این پوشش و این لباس ها برای تن مفیده یا مضر و ما یک آثاری رو میبینیم ما حتی خودمون برای درمان بعضی از مشکلات مغزی و آلزایمر و پارکینسون میگیم ملاج سرتون رو با روغن های گرم چرب بکنید چرا که جذب پوستی اتفاق میفته و یک گرمای موضعی ایجاد میشه برای مغز. از نوک بینی یک وجب بگیرید. اینجا در این قسمت بنزه یک ته استکان اون قسمت رو روغن مالی بکنم با روغن های گرم مثل روغن سیاه دانه یک اثر گرمی بخشی برای مغز میده خصوصا کسانی که نشاطشون کم هست این کار میتونه مؤثر باشه به با عنوان یک تغذیه لامسه. بعد تغذیه چشایی هست اون چه ما میخوریم هم روی مغز ما 100 درصد موثره و اینکه ما چه مواد غذایی رو بخوریم و چه چیزهایی رو نخوریم از اینجا به بعد در واقع وارد مباحث طب نوین میشم و میخوام خدمت شما عرض بکنم که چه مواد غذایی رو بخوریم که ویتامین های لازم به بدن ما برسه اونهایی که برای مغز ما مفید هست چه ویتامین هایی هست اینجا رو خوب دقت بفرمایید که این ویتامین ها رو خدمت شما میخوام بگم قبلش اگر محبت کنید کامنتی به ما بدید از اون کامنت های پر محبت این ویدیو رو به افراد بیشتر یوتیوب نشان خواهد داد و من از شما ممنون خواهم بود که در انتشار این مطالب به من کمک میکنید عزیزان غذای مغز قنده مهمترین ماده غذایی که به مغز ما میرسه قند هست و زمانی که ما قندهای مصنوعی رو استفاده میکنیم از شکر سفید استفاده میکنیم این قند در واقع قند راستگرد هست همون قندی که مزهره برای بدن همون قندی که باعث آلزایمر میشه همون قندی که باعث میشه که در روده ما ویتامین های مورد نیاز مغز ما حتی خوب جذب نشن بنابراین اولین عاملی که باید از رژیم غذاییمون بذاریم کنار و به حداقل برسونیم قند و شکر سفید هست قند و شکر و سفید و شیر نجات رو جایگزین کنین با شیرنی های طبیعی در این مورد ویدیوی بسیار جذابی درست کردیم میتونید مراجعه بکنید و ببینید قند های مفید چه قندهایی هستن مثل اصل مثل خورما که بهترین تقویت کننده بعد از چهل سالگی اصل هست عزیزان کسانی که روزی یه قاشق اصل طبیعی مصرف میکنن هیچگاه دچار آلزایمر نخواهند شد هیچگاه دچار کاهش حافظه نخواهند شد و این رو من به شما با اطمینان میگم زمانی که میخواین کارهای فکری فراوانی دارید از اصل استفاده بکنید صبح اون روز میبینید تا شب مغزتون اتفاقا بهتر کار میکنه و دچار خستگی ذهنی نخواهید شد بنابراین اولین قدم اصلاح قند هست و استفاده از قندهای طبیعی مثل اصل قند بعدی که خیلی مفید هست مویز هست یا کشمش حتما شنیدید در منابع به سنتی هم خیلی تاکید شده که برای تقویت حافظه مویز سیاه بخورید و این خیلی اثرگذار هست روی مغز هم خاصیت آنتی اکسیدانی داره هم خاصیت تغذیه کنندگی داره برای سلول های مغزی و انتقال بهتر پیام های عصبی از لحاظ ویتامین عزیزان مهمترین ویتامین هایی که روی مغز ما تاثیر دارن ویتامین های گروه B هستند و ویتامین های گروه B رو ما در سبوس گندم داریم و متاسفانه سبوس گندم از زمانی که گذاشتیم کنار آلزایمر فراوان شده ویتامین های گروه B رو عزیزان بایستی همیشه به مغز برسونیم ویتامین B1 B12 B9 خصوصا فولات یا اسید فولیک که سطح هموسیستین مغز رو کم میکنه هموسیستین همون عامل تخریبگر و یکی از عواملی هستش که ارتباط مستقیمی داره با ایجاد آلزایمر و پارکینسون بنابراین این ویتامین این ماده رو خونسا میکنه این آمینو اسید رو خنسا میکنه و پیشگیری میکنه از آلزایمر و پارکینسون از آن ویتامین های گروه B بسیار مهم هستند و اینها در مغزجات وجود دارند جالبه هم در سبوس گندم وجود دارن هم در مغز گردو پسته بادام و فندق این مغزات رو سعی کنید در شب استفاده بکنید خوب بجوید یک دانه یک دانه مثل آدامس بجوید این کمک میکنه به جذب بهتر ویتامین های داخل اینها ولی اگر خوب جویده نشه اثرگزاریش کم میشه یا اینو میتونید داخل مخلوط کن بریزید با آب و اصل یک لیوان آب یک قاشق اصل و این مغزها رو هم بریزید و یک شیر در واقع چهار به دست میاد شیر نداره همون آب سفید میشه اون رو اگر میل بکنید هر شب بسیار تامین کننده خوبی است برای ویتامین های مغز من توصیه میکنم این شیری که درست میکنید چند تا دونه خرما هم بهش اضافه بکنید چرا به خاطر اینکه یکی از ویتامین های بسیار ضروری برای عملکرد خوب مغز ویتامین دی هست که خرما سرشار از ویتامین دیه این ترکیب یک ترکیب بسیار مقوی خواهد بود برای تأمین ویتامین های مغزی ما پسته، بادام، فندق، گردو گردو یک عدد بقیه هر کدوم هفت عدد خورما سه عدد اصل یک قاشق یا نصف قاشق و این رو میکس بکنید به عنوان یک مولتی ویتامین و یک مکمل بسیار قوی شبها میل بفرمایید از بعضی از ویتامین هایی که مغز ما خیلی بهش نیاز داره اینها رو خود بدن ما می سازه در روده شرطی که ما یوبوست نداشته باشیم اگر یوبوست داشته باشیم و باکتری های روده ما تحت تاثیر آنتی بیوتیک های زیادی که مصرف میکنیم تعداد اینها کم شده باشه و باکتری های مفید ما کم باشن می بینید که این ویتامین ها در روده تولید نمیشه یا کم تولید میشه و ما بایستی در واقع از بیرون به بدن برسونیم حالا چیکار بکنیم روده ما ویتامین های مغز ما رو تولید بکنه کافیه که از فیبر ها استفاده بکنیم خصوصا انواع سبزیجات رو در جیره غذایی بذاریم مثل انواع کلم ها مثل سبزیجاتی که برگ های سبز تیره دارن مثل اسفناج مثل جوانه ها اینها آن در وعده غذای شام استفاده بشه بسیار موثر خواهد بود برای بهبود گوارش ما بنابراین در جیره غذای خودتون از جوانه ها برگ چغندر حتی یونجه یا شبدر استفاده بفرمایید اگر فصلش نبود از بذر اینها بذارید جوانه بزنه جوانش رو در سالات قرار بدید میل بفرمایید و یک نکته بسیار مهم که قول بهتون دادم یک نکته طلایی در پایان ویدیو خدمت شما بگم یک ترکیبی که همه این ویتامین ها رو باید فعال بکنیم از ما بعضی وقت ویتامین ها رو مصرف میکنیم ولی در بدن ما فعال نمیشن چرا مثل یک دومینو هستن یعنی یکی باید فعال بشه دومی رو فعال کنه سومی رو فعال کنه چهارمی رو فعال کنه و اینها معمولا باید به صورت کمپلکس یا مولتی ویتامین مصرف بشن چه عواملی ویتامین ها رو فعال میکنه املاح و الکترولیت ها و این اون نکته کلیدی هست که من میخوام در اینجا خدمت شما بگم پس شب چهار مغز مصرف بکنید و انواع سالات ها و جوانه ها و صبح ها اگر میخواین مغز خوبی داشته باشین که هیچ وقت پیر نشه هیچ وقت دچار مشکلات مثل آلزایمر پارکینسون و کاهش حافظه نشید شما از لیمو ترش تازه به همراه نمک معدنی خصوصا نمکی که ترکیبی باشه از نمک مناطق مختلف که املاح متعدد رو داشته باشه خصوصا پتاسیم خصوصا منیزیم که ویتامین دی اگه بخواد فعال بشه نیاز به منیزیم داره و آهن، کلسیوم، فسفور که همه اینها در نمک ارگانیک و نمک طبیعی هست ایزان صبحهاتون رو لیمو ترش و نمک یه لیمو که جالب بدونید ویتامین سی هم این کمپلکس رو فعالش میکنه نمک به همراه ویتامین های موجود در بدن مغز شادابی رو به شما خواهد داد در مورد نمک ویدیوی ساختیم حتما مراجعه بفرمایید که بدونید چه نمکی بهتر هست کدوم نمک رو استفاده بفرمایید و من دیگه در این ویدیو بهش نمیپردازم از آن منظور ما از نمک نمک های ارگانیک و نمک های طبیعی هست نه نمک تصویر شده که همه موادش رو میشورن و فقط ان رو نگه میدارن نه به هیچ عنوان اون نمک رو توصیه نمی کنیم حتی تو غذا بریزید نمک ارگانیک نمک های رنگی مثل صورتی آبی و نمک های معدنی و بعضی از نمک های دریایی بهداشتی و تمیز این نمک مد نظر ما هست نکته پایانی عزیزان برای داشتن مغز خوب ما باید یه تایمی به مغزمون استراحت بدیم تایم خواب بسیار مهمه کسانی که بی خوابی میکشن بی نظمی در خواب دارن مغزشون ضعیف میشه کسانی که بین روز نیم ساعت میخوابن حافظه بسیار بسیار خوبی خواهند داشت خصوصا قبل از ظهر یعنی حدود ساعت 11 تا 12 نیم ساعت بخوابن اثر میذاره روی مغز اونها و حتی خاطرات دوران بچگیشون یادشون میاد بعد از یه مدتی که این خواب رو انجام بدن جالب بدونید این خواب رو در مدارس ژاپن اجباری کردن و تو مدارس بچه ها تو این تایم میخوابن برای عملکرد بهتر مغزشون و خواب در شب هم اگر از نیمه شب یعنی از دوازده شب به قبل شروع بشه یعنی از دو ساعت قبل از دوازده شروع بشه خواب خیلی بهتر هست تا حدود ساعت 4 و 5 صبح و اون تایمی که طلوع آفتاب میخواد باشه تایمی که خورشید میخواد طلوع بکنه اون تایم خواب باعث کندی حافظه میشه اون تایم هم باعث یوبوست میشه و هم باعث میشه که ما ویتامین ها رو خوب جذب نکنیم و بیداری در اون تایم برای سلامتی مغز ما بسیار بسیار مهم هست به شرطی که در اون تایم ما بدن خودمون رو هیدراته کنیم و آب به کافی به بدن خودمون برسونیم چون آب بسیار تاثیرگذار هست برای شستشو و, و پاکسازی عروق و, و برای رقیق کردن خون چون وقتی خون رقیق باشه خون رسانی و اکسیژن رسانی به مغز بهتر انجام میشه و این خیلی مهمه که ما مایات به کافی به بدنمون برسونیم برای عملکرد بهتر مغز نیاز داریم به خون رقیق که در ویدیو جداگانه هم در مورد رقیق کردن خون و غلظت خون من صحبت کردم میتونید ببینید شاد و پیروز و جوان باشید خدا نگهدار